سلام دوستان، با آموزش مدیریت پروژه و نرم افزار آفیس پروژه در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل محاسبات زمانی بر روی شبکه‌های AOL رو بررسی کرده بودیم و تونستیم فرجه‌ها و مسیر بحرانی رو مشخص کنیم. تو این جلسه می‌خوایم این کار رو بر روی شبکه‌های AON انجام بدیم و کارها تقریبا مشابه هسته و فقط یه مقدار نمایش اونها متفاوته. همونطور که یادتون هست شبکه‌های AOL یعنی Activity on Node فعالیت ها رو بر روی گره ها مشخص میکرد که یه گره رو به صورت مستطیل نمایش میدادیم و خب توی MSP اونو به صورت یک لوزی نشون میده، اما این یه قرارداده و هر جور که بخوایم میتونیم این نشون بدیم. تو موقع محاسبات زمانی و ما در اینجا اینو به صورت یک مستطیل نشون میدیم که این مستطیل رو به بخش‌های مختلف تقسیم بندی میکنیم و قسمت اولش رو میگیم earliest start، تو وسط duration رو مشخص میکنیم، قسمت بعدی earliest finish رو، توی وسط نام فعالیت رو میاریم، در پایین latest start و latest finish رو مشخص میکنیم و از این طریق میتونیم نمادهای مورد نیازمون رو برای محاسبات زمانی توی یک گره نشون بدیم. خب توی MSP حالا بعداً هم اونا رو میبینین، میتونیم اطلاعات دیگه ای رو روی یک گره نشون بدیم که اونو میتونیم تغییراتش رو خودمون اعمال کنیم که چه چیزایی نشون بده. وقتی که ما محاسبات زمانی رو بر روی گره‌ها انجام میدیم به اونا میگیم شبکه‌های PN یا Precedence Network. خب که تازگی از این شبکه‌ها بیشتر استفاده میکنن تا AOA، به خاطر اینکه AOA یک نقصی که داره نمیتونه روابط وابستگی مختلف رو تو اون نشون بدیم، اما اینجا میتونیم SS و FF و انواع اقسام روابط وابستگی رو نشون بدیم. خب این یک شبکه AON هستش که فقط تو اینجا FS داریم، finish to start داریم، مثل یک شبکه معمولی AOA که به همون صورته، فقط اینو به صورت AON ترسیم کردیم. میخواییم این شبکه رو محاسبات زمانیش رو انجام بدیم. اینجا duration رو میبینیم واسه انواع اقسام فعالیت ها. این فعالیت استارت ما هستش، فعالیت فینیش ما هست که پایان کننده پروژه به حساب میادش. تو این جلسه البته ما بیشتر مثال حل میکنیم چون با مثال به خوبی میتونیم یاد بگیریم قضیه و نیاز نیست که دوباره روابط رو بررسی کنیم. خب این یه مثال کوچیک هست که با هم شروع میکنیم اینو حل میکنیم. همونطور که مثل AOA از ابتدا شروع میکردیم، این earliest finishش رو میذاریم روز صفرم، حالا هر تاریخی که میخواد باشه، روز صفرم شروع میشه، روز صفرم هم پایان پیدا میکنه و میتونیم بریم فعالیت های بعدی. فعالیت بعدی که به صورت FS هستش دقیقا روز صفر میتونه شروع بشه، دو روز طول میکشه که دوریشنش دو هست و اینجا دو به دست میادش. میریم فعالیت بعدی، اینجا روز دوم میتونه شروع بشه، دو به اضافه چهار شیش، روز شیشم تموم میشه. اما اینجا چون به دو تا فعالیت وابستگی داره، ما نمیتونیم بگیم که این روز ششم قطعا شروع میشه، پس برمیگردیم از اول. این روز صفر میتونه شروع بشه، صفر به اضافه دو دو، دوباره اینجا روز دوم میتونه شروع بشه، دو به اضافه سه پنج. خب حالا ماکسیموم این دوتا میشه چی؟ میشه روز ششم. پس این فعالیت روز ششم میتونه شروع بشه چون وابسته است هم به فعالیت پنج هم به فعالیت شیش. خب روز ششم که شروع بشه 4 روز طول میکشه که تموم بشه، میشه روز دهم و دوباره اینجا ما روز دهم رو میتونیم واسه این موضوع قرار بدیم، اما واسه این دوباره نمیتونیم روز دهم رو قرار بدیم. همونطور که گفتم این در واقع میاد از اینجا شروع میکنه و الان تمام فعالیت ها به صورت FS در نظر گرفته شده، پس زیاد به جایگاه کمان ها توجه نکنیم چون توی AON مهم هست این رازیه که توی مثال بعدی میبینیم. خب برمیگردیم از اول، این صفر شروع میشه، روز سوم تموم میشه، میاد این روز سوم شروع میشه. چرا روز سوم شروع میشه؟ وابسته است به هر دو تا فعالیت، یعنی هم فعالیت دو هم فعالیت سه و هم فعالیت چهار. اما فعالیت دو روز دوم، روز فعالیت سوم روز دوم تموم میشد و فعالیت چهارم روز سوم، پس این طولانی تره. اینا قرار میدیم سه به اضافه هفت ده. حالا هر دوتا این دو فعالیت 8 و 7 روز دهم تموم میشن، پس اینم روز دهم میتونه شروع بشه، ده به اضافه 5 15. خب ما همونطور که گفتیم این هم روز 15 میشه چون جفتشون روز 15 شروع میشه. البته این من این مثال از جایی گرفته بودم و اینو آورده به این ته به صورت FF مشخص کرده که در صورتی که میتونیم اینو به این صورت در نظر.
خب وقتی که اینو به این صورت در نظر بگیریم دیگه این غلطه، اینو نباید نمایش بدیم. خب پس در واقع نمایش صحیح به این صورته، چون این پیش نیاز این هست و اینم پیش نیاز این هست، دیگه این لزومی نداره کمان رو نشون بدیم که این پیش نیاز اینه. پس روز 10 به اضافه 5 میشه 15 و 15 اینجا دیگه 15 قرار داده میشه، 15 به اضافه 5 20 تموم میشه. خب الان کمان ها هم درست شد. پس اینجا تونستیم ارلیس فینیش پروژمون رو روز 20 مشخص کنیم. 20 میذاریم این پایین و 20 منهای 5 میشه 15، میاد واسه این یکی ارلیس فینیشش میشه 15، 15 منهای 5 10، واسه این 10 قرار داده میشه، واسه اینم 10 قرار داده میشه، 10 منهای 4 6، 10 منهای 7 3. خب میاد اینجا ارلیس فینیش این 6، ارلیس فینیش اینم 6، 6 منهای 4 2، 6 منهای 3 3، و میاد اینجا 2 رو اینجا قرار میدیم، 2 منهای 2 0، اینجا 3 رو قرار میدیم، 3 منهای 2 1. میایم واسه اینجا 3، 3 منهای 3 0، مینیمم اینا که این 1 بیشتره 0 رو قرار میدیم اینجا، 0 منهای 0 هم 0. خب الان میتونیم حالا توتال فلوت رو واسه شون به دست بیاریم. توتال فلوت رو بخوایم به دست بیاریم، من اینجا با یه رنگ دیگه مشخص میکنم، مثلا آبی. خب واسه این که صفر تی افش و اینجا می نویسم تی اف، اینایی که با رنگ صفر نشون میدم دیگه، با رنگ آبی نشون میدم توتال فلوتش هستش. 3 منهای 2 1، 6 منهای 6 0، این ببخشید من اشتباه کردم، این 2 من بعد نوشته بودم 3 خوندم، این 2. خب دوباره آبی کنیم، 2 منهای 2 0، 10 منهای 10 هم 0، واسه این هم 10 منهای 10 یا 15 منهای 15 0، واسه این 1، واسه این فعالیت، واسه این 0، واسه این 1، واسه این هم 0. خب میتونیم اینجا تشخیص بدیم ما دو تا مسیر بحرانی داریم، با یه رنگ دیگه با هم رنگ آبی نشون میدم. یه مسیر بحرانیمون اینه که میاد اینجا، بعد میاد اینجا، این قسمت اینجا و اینجا. خب یه مسیر بحرانی دیگه مونم اینه که از اینجا میگذره، یعنی ما الان دو تا مسیر بحرانی، پس میتوانیم بیشتر از یک مسیر بحرانی در یک شبکه داشته باشیم، چون این هم جزو نکاتی هست که باید مد نظر قرار بدیم، مخصوصا توی تست هایی که واسه تون بخونم. خب این هم تنها مسیری هستش که در واقع این دوتا فعالیت هستن که واسه ما توتال فلوت یک دارن و میتونن مقداری جا به جا بشن. خب حالا اگر خاطرتون باشه ما یه پروژه‌ای رو داشتیم که به صورت یک مثال کوچیک داشتیم اون رو انجام بدیم که بتونیم حتی یه در واقع مثال بزرگ واسه محاسبات دستیمون باشه، و اون پروژه پیدا کردن یک شغل بود توسط یه شخصی که حالا تازه شاید دانشگاه اومده بیرون و دنبال کار میگرد. خب اون شخص پروژه‌شو اومدش تعریف کرد و گفت اگر من بخوام شغل پیدا کنم ساختار سلسله مراتب چجوری میشه، واسه هر کدوم از کارام چقدر زمان میخوام، و اومد شبکه AON و AOAش رو که اینجا مشاهده میکنین ترسیم کردش. خب حالا ما میخوایم محاسبات زمانی رو واسه این شبکه AON انجام بدیم. من سعی میکنم حالا تا اونجایی که امکانش هست این رو واسهتون حل بکنم، اما اگر دیدم که زمان خیلی طولانی میشه دیگه کات میکنم که از اونجا به بعد رو فکر میکنم خودتون بتونین انجام بدین و پیش ببرین. خب این فعالیت استارت ما هست و در زمان صفر شروع میکنیم اونو به انجام، حالا هر تاریخی که میخواد باشه، زمان صفر ما هست، صفر به اضافه صفر صفر میشه، من اینجا صفر رو قرار میدم. همونطور که توجه میکنین اینجا نوع فعالیت ها میتونه استارت تو استارت، FS یا حتی FF باشه. خب پس ما اینجا انواع اقسام روابط رو داریم که میخواییم با هم دیگه بررسی بکنیم. خب من اینو پاک کنم، صفر به اضافه صفر 6 میشه، من اینجا نوک کمان رو ادامه میدم، دوباره اینجا رو 6 قرار میدم، به صورت FS هست، 6 به اضافه 7 میکنه 13،
همونطوری که مشاهده میکنین چند نوع خروجی اینجا وجود داره، یعنی سه تا خروجی من دارم، دو تا FS یه دونه به صورت FF هستش. من اینو اینجا قرار میدم 13، 13 این با رابطه SS داره، دوباره میذارم 13، اینجا اشتباه کردم، اینجا میاد 13، چون ما به صورت پیشرو داریم میریم. درسته که به این پایین خورده، ولی چون در مسیر پیشرو هستیم همه رو در بالا قرار میدیم. خب 13 به اضافه 9 میکنه 22، 13 به اضافه 5 میکنه 18. دوباره از ابتدا، این یه دونه کمان اینجا داره که داره میگه 0 میتونه شروع بشه، یه دونه هم حالت FF داره که میگه آقا 13 باید تموم بشه. 13 منهای 8 میکنه 5. پس ما بزرگتره رو انتخاب میکنیم، یعنی در واقع همون کاری که همیشه انجام میدادیم، میمیدیم بزرگتره رو اینجا میذاریم، فقط تنها کاری که میکنیم برعکس میریم، میگیم 13 منهای 8 میکنه 5. هنوز تو مسیر پیشرو هستیم و خب مساوات به صورت پیشرو داره انجام میشه، اما به علت نوع کمانی که اینجا FF هست و یه دونه FS هست، اینجا میاد میگه مثلا این میتونه روی 0 به اضافه 8 تموم بشه، این میگه روی 13 میتونه تموم بشه، و ما بزرگتره رو انتخاب میکنیم، و اگه بزرگتره رو بذاریم در واقع تو روز 5 میتونه تموم بشه. خب میایم این رابطه 0 رو اینجا قرار میدیم، میشه 11. یه دونه خروجی داره مثل FF که میگه آقا اینم باید 11 باشه، اینم 11 باشه. خب اگه 11 باشه این میشه منفی و امکان نداره، من باید توی 0 میتونم این رو شروع کنم، منفی که نمیتونم زمان داشته باشم، پس 0 بزرگتر از منفی است، پس من این 0 رو میذارم. خب این میکنه 16 اینجا، این میشه 15، و حالا اینجا چون FF بوده، خب برمیگردم اینجا میگم آقا این میتونه 15 هم باشه، البته نه این دیگه با اون کاری نداره، همون 11 میتونه باشه چون حالت خروج FF داره. خب بعد از اینجا پس ادامه میگیم تا الان درست شد. این به صورت FS یه دونه خروجی داره تا اینجا که چون یه رابطه دیگه اینجا داره دیگه ادامه نمیدیم. اینجا یه دونه FS داریم که میشه 13، 13 اضافه 10 میکنه 23. من یه ذره تندتر حل میکنم که زمان فیلمون طولانی نشه. خب 23 اینجا، 23 به اضافه 11 میکنه 34. اینجا دو تا رابطه داره که یکی میگه میشه 34، یکی هم باید بعدن به دست بیاریم. خب میگم اینجا یه دونه داریم FS 13، اینجا 13 به اضافه 24 میکنه 37، و میایم بالاتر 22، 22 به اضافه 1 23، 23 23، 23 به اضافه 2 25، 23 به اضافه 3 26. بزرگتر اینا قرار میدیم اینجا 26، 26 من یه دونه اینجا داریم، هنوز نمیتونیم 26 رو قرار بدیم، این یه دونه 18، 18 به اضافه این میشه 22، حالا 26 چون بزرگتره میتونه قرار بدیم، 26 منهای 17 میکنم 9، درسته؟ خب 9 اینجا. بعد میایم پایین تر این رابطه رو میتونیم ادامه بدیم، اینو میدیم اول 13، 13 به اضافه 4 میکنه 37، این چون حالت SS داره یه دونه 13 اینجا داریم، یه دونه 13 هم اینجا داریم، این حالت 13 میتونه شروع بشه، 13 به اضافه 24 میکنه 27، یه 13 هم اینجا داریم که کلن 13 رو انتخاب کنه، 13 به اضافه 13، آه یه دونه هم اینو داریم، هنوز 13 نمیتونه انتخاب بشه. ناکنید اینجا یک پنجره زمانی در واقع ایجاد شده، فکر کنم اگه توجه کنید این میادش، این نه پنجره زمانی نیستش. 26 یه دونه داریم، یه دونه هم 34 داریم که 34 اینجا قرار میدیم، باید خیلی دقت کنیم وقتی که اینجور شبکه رو داریم حل میکنیم. خب باید میکنم 34 به اضافه 12 میکنه 46، حالا اینجا میتونیم 46 رو قرار میدیم چون حالت FS 46 و 13 میکنه 59، این صفر چون یه دونه مایلستونه، صفر به اضافه 59 این میکنه 59.
فقط ببینیم که چیزی رو از دست ندادیم. فکر نمی کنم. خب 59 به اضافه 22 میکنه 1. 81. 81 رو اینجا میتونم قرار بدم، درسته؟ خب فقط این، نه این جا 81 نمیشه. 81 این میشه 9، میکنه 99، میکنه 101 و میکنه 102. میاد اینجا 102 رو قرار میدم، 102 میکنه 1، 121 اینجا میشه 121. یه دونه اینجا قبلا داشتیم چند؟ 16. خب 121 منطقیه، 121 رو میذاریم اینجا، میکنه 4، 144. یه مایلستون داریم و در زمان 144 پایان قرار پیدا میکنه. حالا محاسبات زمانی معکوسش رو بخواییم انجام بدیم. رنگمون میکنم آبی، اینجا 144 بعد نوشتم 144 منه 123، 121 برمیگریم اینجا 121، 102 اینجا 120 چند بود؟ 21 بود. این چه بازه زمانی زیادی رو واسه توتال فلوت داریم. 121 منه 16 میکنه چند؟ میکنه 10 4 5، میکنه 0 0 105. خب من بالا اینجا 102 قرار میدیم، 102 102 102 منهای 18 میکنه 10 2 4، 102 منهای 18 10 2 4، 9 1 84. و این منهای 20 میکنه قطعا 82 و این هم میکنه 81. 81 درسته؟ کوچیکترین عدد رو بگیم. 81 منهای 22 میکنه 59. خب این 59 که میاد 0 0، 59. بعد یه چیزی که هست حواسمون باشه این به این وصله، یه ذره نمیدار بند میکنه ما رو اینجا، که باید حواسون باشه که میکنه 46. 46 رو میذاریم اینجا، 46 میاد اینجا چون اس اس با هم دیگه، درسته؟ 46 به اضافه 24 میکنه 0، میکنه 70، درسته؟ خب دیگه چی؟ این 46 هم اس اس با این میذارم اینجا، میکنه 70. برعکس داریم میریم دیگه، یعنی اینجا میذاریم بعد میریم اینجا. خب دیگه چه رابطه وجود داشتش؟ این از این میخونه. خب این 46 منهای 12 میکنه 34، 34 رو با این مسیر میایم اینجا میذاریم، حالت اینجا 34 منهای 17 میکنه 7، 27 رو 37 و 4 قطعه 1 میکنه 17 بخشید. این هم 17. بعد از اینجا ما میدونیم که به صورت 34 میاد اینجا، چون دقیقا همین رو برمیگردیم. خب درسته؟ 34 رو میذاریم اینجا، 34 منهای 4 میکنه 30 و توی اینجا به صورت FF هستش، دوباره 34 میذارم اینجا، این هم به صورت FF 34 میذارم، این میشه 32، این میشه 31. خب 31 رو قرار میدم اینجا کوچکترین. اینجا هم 30 میاد. دیگه چیزی جا نمونده، میام این. خب این به صورت در واقع استارت این برابر با استارت اینه، پس 46 رو قرار میدم. خب این وقتی که یه ذره که بزرگ میشه چقدر سخت میشه، و یک اگه پروژه واقعا بزرگی رو بخوایم انجام بدیم دیگه واقعا دستی امکان پذیر نیست، بخاطر این باید حتما از نرم افزار MSB یا پریمبرا یا نرم افزار مربوطه استفاده کنیم. میکنه 10، میکنه 46 به اضافه 24 دیگه میکنه 70. خب
دیگه چی؟ اینجا سی یک منهای یک میکنه سی، اینجا هم سی رو قرار میدم، سی منهای نه میکنه 21، سی منهای پنج میکنه 25. اینجا 46 اومد، 46 یه دونه دارم دیگه، 46 دارم، پس 46 رو قرار، 46 منهای 8 میکنه 38 میکنم، درسته؟ بعد امیدوارم غلط محاسباتی نداشته باشم. خب اینم FF 46، خب 46 منهای 7 میکنم 39، اینجا اینم ادامه میدم 34، 34 منهای 11 میکنه 23، من 23 بوده دیگه اگه خاطرتون باشه، من بد خط نوشتم. خب نمیشه 23 منهای 10 13. خب تا اینجا رو همه رو رفتیم، میاد اینجا 13 و 46. نها کنیم من داشتم زود میرفتم جلو، اشتباه در بودم، 46 و اوکی بود. این هم به این هستش که ما مینیموم رو قرار میدیم 13 6، درسته؟ خب بعد میایم اینجا، هنوز زوده که اینو در آوردیم، میکنه 6، 6 منهای 6 0 که حالا اینجا هم 0 به دست میاد، 38 اینجا هستش. فقط این دوستمون چطور؟ اینجا 121 میاد، اینجا میشه 121، البته مینیمم میشه باید در نظر بگیریم دیگه، وقتی که این دیگه به چی رابطه بسیده، 121 میکنه 110، و چون این 110 هستش این هم میتونه 110 شروع بشه فکر میکنم، نه ببخشید 121 میتونه تموم بشه چون با این رابطه داره. 121، 121 منهای 5 میکنه 6 0 106 فکر کنم، درسته؟ 5 1 آره درسته 106. مینیموم اینا هم که صفر میشه، صفر منه صفر، خب نشون میده که ما مسیر رو درست رفتیم. خب الان محاسبات زمانی تازه تموم شد، حالا میخواییم مسیر بحرانی رو مشخص کنیم. مسیر بحرانی رو حالا با سبز نشون میدم، هر جا که این دوتا برابر بودن میشه مسیر بحرانی دیگه، درسته؟ پس این مسیر بحرانیه، اینجا مسیر بحرانی، و دوباره 13 این 548 نه، اینم نه، این مسیر بحرانی میاد پایین، اینجا 23 مسیر بحرانی، مسیر بحرانی یکی دیگر از مسیرهای بحرانی. خب این جزء مسیر بحرانی نیست، این هم جزء مسیر بحرانی نیست، اینجا تصمیم گرفته میشه میاد اینجا، بعد میاد فکر کنم این پایینی 81، درسته؟ مسیر بحرانی رو به دست آوردیم و یه دونه مسیر بحرانی داشت که پس از اینجا میگذره، نها کنیم به این صورت میاد مسیر بحرانی مشخص شد. خب بقیه شناوری ها رو، اسلک ها رو خودتون به دست بیارین چون خیلی دیگه طولانی میشه. ما برگردیم به پاورپوینتمون. خب حالت بعدی AOA همین موضوع هستش. خب AOAشون رو من پیشنهاد میکنم تمرین کنین، فقط یه کوچولو واسه تون انجام میدم. اینجا صفر رو میذاشتیم، صفر به اضافه 6 میده 6، اینجا هم صفر میشد، اینجا 6، 6 به اضافه 7 چند میشه؟ میکنه 13، 13 اینجا هم 13 میکنه 18، اینجا 13، 13 به اضافه 8 میکنه 21. خب همین رو مسیر رو ادامه بدین چون چیز خاصی نباید داشته باشه. حالا من سعی میکنم وقتی که این دوره تموم شد باز بیام یه مقدار این مثال رو به صورت جداگونه یه ویدیو در بیارم و در اختیارتون قرار بدم، اما خودتون اگه حل بکنیم فکر نمیکنم به مشکلی بر بخونیم. ما حالا سعی اون هستش که وقتی که این دوره تموم شد مثال های کاربردی بیشتری رو ارائه بدیم تا بتونیم اونا رو مشاهده کنیم و بهتر یاد بگیریم، ولی دیگه خودتون واقعا میتونیم یه چنین چیزی رو حل کنیم، مخصوصا که قبلیه رو کامل من حل کردم.
خب ممنونم از اینکه توجه کردین. دیگه محاسبات زمانی اینجا توی به صورت در واقع ریاضیاتی و دستی تموم میشه و ما میخوایم در جلسه بعد وارد MSP بشیم. با تشکر از شما، خدا نگهدار.